به توکل نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سلام، عصرتون بخیر. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستین حالتون خوب باشه، سرحال و پر انرژی و دبرا باشه. آماده حدود یک ساعت و نیم کلاس باشیم بحث ریاضی 11 انسانی امروز انشاءالله با هم شروع میخواییم بکنیم. یه چند جلسه با هم دیگه تا پایان سال در خدمتون هستیم بچه ها. تیکه تیکه اشتاله از امروز مطالب رو با هم دیگه کار میکنیم، کلی کار داریم، کلی قرار یه سری از بچه هایی که با ریاضی هنوز قریبن، ریاضی رو که اسم ریاضی رو میشنون زیاد خوششون نمیاد، زیاد باش حال نمیکنن، از امروز قراره مقدار با هم دیگه دیدگاهمون، ذهنمون، فکرمون نسبت به درس ریاضی عوض بشه. ایشالله از امروز این قصد و نیت رو داریم که با هم دیگه ریاضی رو برای بچه انسانی شیرین بکنیم. من امیر حسین ترابی، اینجا مجموعه کلاس نت، انشاءالله بتونیم این اتفاق رو برای شما رقم بزنیم. بچه بریم ببینیم، حالا بچه ها من اینجا اسامیشون رو میبینم، پیامهاشون هم دارم میبینم، خیلی خوشحالم که امروز کلاس بسیار بسیار خوبی انشاءالله با هم خواهیم داشت. بچه صدا و تصویر که مشکل نداریم، یه بازخور به این بدین اول. عالیه بچه، دم شما گرم، دم همه تون گرم. امروز من دو تا مبحث رو انتخاب کردم که این دو تا مبحث رو میخوام برای بچه ها درس بدم. یکی از مبحث ها میشه بحث اعمال روی توابع که توی فصل دومتونه بچه ها. یکی دیگه از مبحث ها میشه بحث تابع قدر مطلق. این دوتا بحث اگر احیانا هر کدومش ناقص موند، نصف و نیمه موند، ادامهش میمونه برای جلسه آینده، هر زمانی که دوباره بتونیم در خدمت شما باشیم. پس انشاءالله امروز دوتا مبحث رو با هم کار میکنیم. قشنگ من از ساده ساده شروع میکنم، جوری میخوام بهت بگم به تست کنکورش هم برسیم. یعنی امروز ایشالله مباحث رو دستبندی شده میخوام بگم، اینجوری نیستش که کل مباحث رو کار بکنیم، دستبندی شده توی ذهنت اول جا بگیره، چه بچه های ضعیف، چه بچه های قوی، چه بچه های متوسط از کلاس لذت ببرن. یه سوال فقط از خودت بپرسن، اگه از 1 تا 100 به ریاضی خود بخوای نمره بدی چه نمره میدی؟ من اول بدونم مخاطبم کیه. از 1 تا 100 یه نمره به ریاضی خودت بده. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی عالی. ما درس رو هم شروع میکنیم، ببینیم بچه ها درس ریاضیشون این نمره رو خودشون میدن، ببینیم به انگیزه و تلاششون هم این نمره رو میدن. بریم شروع کنیم بحث با هم. ببین من میخوام اولین چیزی که الان بهت بگم بحث اعمال روی توابع است. میخوام ببینیم اصلا این بحث چیه و چرا این بحث رو میگن، یکی از بحث‌های قشنگ و جذاب بحث 11. بریم شروع کنیم بچه ها. اعمال روی توابع. ببین قبلش فقط یه چیزی بهت بگم، ما همه بلدیم زوج مرتب یعنی چی. زوج مرتب قطعا یه ایکس و یه ایگرگ که کنار هم قرار میگیرن، یه مؤلفه اول یه مؤلفه دوم که کنار هم قرار میگیرن، یه زوج مرتب درست میکنن. با منی؟ یه زوج مرتب درست میکنن. حالا نگاه کن، میخوام یه کد بهت بدم. از این بعد ما به ایکس میگیم خانومه، به ایگرگ میگیم آقای. فقط اینو داشته باش تو ذهنت، فقط همینو میخوام. از این بعد هر وقت بهت گفتم ایکس یعنی خانومه، هر
وقت بهت گفتم ایگرگ یا وایه همون آقا است. از این به بعد اگه بهت گفتم دامنه، کیا دامن می پوشن خانوما؟ دامنه یعنی خانوما؟ کدر یاد باشه، دامنه یعنی خانوما. از این به بعد گفتم برد، آقایون میان خواستگاری خانوما رو میبرن دیگه، برد میشن آقایون. فقط این دوتا کد رو یادت باشه، یادته اوکی؟ پس از این به بعد به مؤلفه اول میگیم خانومه، به مؤلفه دوم میگیم آقای. زوج مرتب درست کرد، دامنه میشه خانوما، برد میشه آقای. حالا با من باش. من یه تابع می نویسم، تابع F مساویه با 1, 2, 3, 4, -1 و 6. اولین چیزی که از من میخواد میگه یه بلایی سر این F بیار. میگم چه بلایی؟ میگه نگاه کن، دو برابرش کن. میگه نگاه کن، سه برابرش کن. میگه نگاه کن، به توان دو برسون. مثلا 3 تا F2 مثلا اینجوری بنویسم، حال کنیم یه ذره. میگه برو اینا رو به دست بیار. اونایی که بی‌دقتن میگن آقا ترابی 2F میشه 2, 4, 6 و 8, -2. وایسا، این کار رو نمی کن. وقتی گفت 2F، F و ضرب در 2 کن، خانوما به هیچ عنوان عوض نمیشن. تو اعمال روی توابع یه چیز رو تو ذهنت حک کن، توی اعمال روی توابع خانوما در همون جوری نگرشون میداری، دست بهشون نمیزنی، حق نداری دست بزنی. من نگاه کن، خانوما رو بنویس. 1، گفتم اولی خانوما هن، خانوما مقدم هن. 3، -1 برای همه شون نیمیسن. 1, 3, -1 بیا پایین. 1, 3, -1 پس اگه گفتم یه عملیاتی انجام بده، خانوما اصلا کاری باهاشون نداری، هر عملیاتی. حالا گفته چیکارش کن؟ گفته 2F رو به دست بیار، خانوما رو ضرب در 2 کن. همین تمامه، خانوما رو ضرب در 2 کن، میشه 4، میشه 8، میشه 12. گفته F2، خانوما رو به توان 2 برسون. همین، خانوما به توان 2 میشن چی؟ 4. میشن چی؟ 16. میشن چی؟ 36. از چی شد؟ اگه به من گفت یه بلایی سرشون بیار، فقط آقایون، فقط آقایون، پایینیه رو چی کار میکنیم؟ یه سوال اول از تو میپرسن، وقتی میگه 3F2 اولویت با توان یا ضرب، شما بهم جواب بدیم. اولویت با توان یا ضرب، اول به توان میرسونی یا ضربش میکنی؟ مرسی. اول به توان میرسونی بعد ضربش میکنی. بچه ها میگن آتورابی اینجا رو نگاه کن، توان 2 اینجا هست، راست میگه، فقط ضرب در 3 کن، فقط ضرب در 3 کن. مگه 3F2 رو نخواسته؟ یعنی من F2 رو باید حساب کنم، F به توان 2 رو باید حساب کنم، پس هم داره 3ش کنم، میشه 3 تا F2. پس F به توان 2 رو حساب کرده، ضرب داره 3ش میکنم، یعنی میشه 12 تا. 3 4 تا میشه 12 تا. 3 تا 16 تا. 3 6 تا 18 تا میشه 48 تا. 3 6 تا 18 تا. 3 4 تا 12 تا. 138 تا. سخت نیست، آسونه. پس اگر
اولین چیزی رو که از من خواست، اولین چیزی که از من خواست، اینجا لحظه من اینجا 108 برای 36 تا 18 تا 33 تا 9 تا 108. اولین چیزی که از من خواست، من باید چیکار کنم؟ خانوما رو می‌نویسم، آقایون رو بالا رو سرش میارم. مشکل داری بچه‌ها؟ اوکی؟ سوال داریم بپرسیم. اگه نه یک بزنید همتون. سریع یه چیز دیگه بهتون بگم. آخرین بخش تابه است میشه اعمال روی تابه. آخرین بخش تابه اعمال روی تابه است. مرسی. بیاییم بعدی بچه ها. من 30 ثانیه صبر میکنم. بچه ها که میخوان اسکرین بگیرن بگیرن. جزوهش رو حتما به آموزشگاه میگن در اختیارتون قرار بده. اینو از خودم نوشتم، از اینجا نوشتم، هیچی نبود فعلا. وارد سوالا نشدیم علیرضا جان. بیاین اینجا دقت کنید دارم چی میگم. یه چیزی به من میده تحت عنوان F مساویه با 1 و 2 3 و 5 4 و 6 -1 و 0. خب جی رو به من میده، میگه نگاه کن مثلا 9 و 1 1 و 4 7 و 1 3 و 0 -1 و 2. این دوتا رو به من میده، یه F داده یه G داده. به من میگه F به علاوه G، F به علاوه G -1 رو حساب کن. بچه ها تو نگاه اول میگن آقا تو رو به این چیه داری میگی؟ F به علاوه G یعنی چی؟ F به علاوه G یعنی چی؟ من نگاه کن، کلن شما توی اعمال روی توابع با اینا سر و کار داری. بهت میگه F به علاوه جی ایکس رو حساب کن، F منهای جی ایکس رو حساب کن، F ضرب در جی ایکس رو حساب کن، F تقسیم بر جی ایکس رو حساب کن. میگه اینا رو حساب کن. اگه همچین چیزی بهت بده شما باید حتما تفکیکش کنید. یعنی چی؟ یعنی آقا یه بار ایکس رو میدی به F، یه بار ایکس رو بده به G، یه بار ناکن یه بار مینویسی F ایکس به علاوه G ایکس. همین همین. بیا اینجا یه بار F X منهای G X. بیا پایین. F X ضرب در G X. برو بعدی. F X تقسیم بر G X. البته به شرطی که G X هم صفر نباشه. پس هر چی که گفت جداشون کن. با من باش. هر چی که گفت جداشون کن. اینجا نگاه کن، وقتی میگم F به علاوه G منفی 1 تو چی میگی؟ F منفی 1 به علاوه G منفی 1. وقتی بهت میگم F به علاوه G منفی 1 تو سریع می‌نویسی F منفی 1 به علاوه G منفی 1. وقتی بهت میگم F ضرب در G 3 رو حساب کن سریع میگی جداشون کن، جدا جدا جدا. F 3 ضرب در G 3. ها درسته؟
حالا با من باش. بچا وقتی به هم میگه F منفی یک رو حساب کن، من کجا میرم؟ میرم تو F. با من. وقتی میگه F منفی یک رو حساب کن، میرم بالا تو F. میرم توی F، اینه هاش، منفی یک رو پیدا میکنم. F منفی یک میشه صفر. وقتی میگه F منفی یک، میرم تو F، منفی یک رو پیدا میکنم، جوابش شد صفر. به به. G منفی یک رو میتونی به این بگی؟ میرم تو G، منفی یک رو پیدا میکنم، چقدر میشه؟ میرم تو G، منفی یک رو پیدا میکنم، چقدر میشه؟ دو. پس این هم شد دو. پس جواب میشه دو دیگه. به به. بیا پایین. F3 برو بالا، F3 رو پیدا کن. تو F، تو F 3 رو پیدا میکنم، میشه 5. برو بالا. G3 میرم تو G. کو اینها ها G3 چقدره؟ صفره. 5 صفر تا صفر تا. اینه که خیلی سخت نیست، دارم مطالب رو یواش یواش میام بالا دیگه، ته این سوالا برسیم دیگه. از کوچیک شروع کردیم، داریم این بالا. هر جا مشکل داریم بپرسیم، نداری یک خوشگل بزن ببینم. یه نکته هم بگم، حتما کانال این تلگرام رو دنبال بکنید، حتما. برای بچه های دوازدهم خیلی بیشتر، حالا توی اسفند به بعد هم معمولا برای بچه های یازدهم خیلی هم تست قرار داده میشه، هم تحلیل آزمون های مختلفه، گزینه دو، قلم، شی، سنجش حتما قرار داده میشه. بچه هایی که مستعدن، بچه هایی که دوست دارن پیشرفت بکنن، حتما از طریق پیج من رو دنبال بکنن، می نویسن براتون حتما. الان اجازه بهت میگه، میگم الان جریانش چیه. تو تقسیم یه ذره فرق میکنه، تو تقسیم یه مقدار یه کوچولو الان فرق میکنه. الان بهت میگه اول آدرس کانال رو بنویسم براتون، ATMAS انسانی، حتما از طریق کانال هم در ارتباط باشیم. بریم سراغ تقسیم، ببینیم تقسیم چی میگه. الان بچه ها سوال پرسیدن، آقای ترابی شما گفتین وقتی اف جیوم رو نوشتین، یعنی باید بنویسین اف ایکس تقسیم بر جی ایکس. شما اونجا گفتین جی نباید صفر باشه، منظورتون چی بود؟ الان بهت میگم. ببین مثلا برمیداره به جی ایکس میذاره 3، میگه اف جیوم 3 رو حساب کن. بچه همه با هم، اف 3 چقدر شد؟ میریم بالا تو اف، اف 3 شد اینا 5. بریم بعدش، میریم تو جی، جی 3 چقدر شد؟ شد 0. اوه اوه اوه، گن زد به سوال. میبینی چرا؟ 5 صفرم خط قرمز کسر چیه؟ مخرجش صفر بشه، کلن دیگه از رده خارج میشه، میذارش کنار. یعنی چی؟ یعنی اگه مخرجت صفر بشه، هر عددی تقسیم بر صفر تو میگی تعریف نشده، اصلا وجود نداره، اصلا تعریف نشده. پس نگاه کن، من اونجا گفتم نباید مخرج صفر بشه، علتش اینه.
آقا الان جوابو چی بنویسی؟ اینو خط میزنی؟ میگی اصلا وجود ندارد، تعریف نشده، تموم شد. از هر وقت مخرجمون صفر شد میزنیم تعریف نشده. آقای ترابی اگه صورت صفر بشه چی؟ یه باری بگی. پس اگه صورت عدد باشه، با من؟ صورت عدد باشه، مخرج صفر باشه، وجود نداره. برعکسش میخوام ببینم برعکسی رو درست میگی یا نه. صورت صفر باشه، مخرج عدد باشه، جواب چی میشه؟ صورت صفره، مخرج عدده. ما الان داریم بحث اعمال روی توابع رو داریم کار میکنیم. نمیدونم تازه وارد کلاس شدی یا نه. هانیه میگه یک. بقیه بچه ها بگیم درست غلط اصلا مهم نیست، فقط نظرتو بگو. صفر جواب، مخرج، نیم، هر چی تو ذهنت بگو، یا درست یا غلط دیگه. اومدی اینجا درستش کنیم دیگه، غیر از اینه اگه. ساناز میگه صفر، ایلیا یک، زهرا یک، فردین صفر، یک. من یه مثالی بزنم بکنم راحت‌تر درکش کنی. به تو میگم صفر قسمت برو بر من بیار از دو قسمت، جواب چی میشه؟ چی؟ میگم صفر قسمت، صفر تا از اینا برو بر من بیار از این دوتا. میگه من هیچی نمیارم، سرکارم گذاشتی. به من میگی صفر تا بیار از این دوتا، خب هیچی نمیارم، بذارش کنار، پس میشه صفر. آقا این چرا تعریف نشده بود؟ به تو میگم برو 2000 تومان از جیب من بردار بیاره، تو جیب من هیچی نیست، 2000 تومان از جیب من بیار. خب میگه آقا جیب تو که پول نداره که، اصلا وجود نداره. داره دیگه، 2 از 0، عدد از 0 وجود نداره، اما 0 از عدد میشه 0. اینو یادت باش، اینو یادمون بمونه. یه اسکرین بگیر، اگه سوال داری بپرس. اینا رفع ابهامایی که بچه 11 قشنگ باید یاد بگیریم. ما امسال حالا تو این 3-4 ماهی که فرصت داریم، حالا بتونیم ماه یک بار، سه هفته یک بار یه کلاسی برگزار بکنیم، یه مقدار بچه‌ها رو برای کنکور آماده بکنیم. هدف من اینه، هدف من اینه که ما اینجاییم برای اینکه بچه‌ها رو برای کنکور آمادهشون بکنیم، ذهنمون رو، مغزمون رو، دستمون رو آماده برای درس مهم ریاضی بکنیم، درسی که تو کنکور سراسری بچه های انسانی با میانگین خیلی پایین توش وجود دارن متاسفانه، درسی که خیلی راحت میتونن بزنن ولی معمولاً 2%، 3%، 4% بیشتر نمیزنن، چیز خنده داری. حالا سوال کنکور با هم حل میکنیم امروز. خب هر جا این قسمت ها رو مشکل داشتی فقط به همون بگو. نجم امتحانای نهاییتون میفته دقیقاً 15 روز قبل از امتحان کنکور، ما نمیتونیم اینا رو تفکیکش کنیم، ما با هم میریم جلو. اگر میخوای آمادگی پیدا کنی باید برای جفتشون باش، هم نهایی هم کنکور. شما مثل سالهای گذشته نیستش که سوم دبیرستان امتحان نهایی داشتن، پیش دانشگاهی کنکور داشتن. برای شما توی یک ساله 12 هم کنکور داری هم امتحان نهایی داری. فعلا باید تمرکزمون رو جفتش باشه. یاد میگیریم، یواش یواش درس خوندن رو یاد میگیریم. خب مجازی اونقدر بد نمیتونه باشه، کاملا بستگی معلمش داره. من اینو کاملا معتقدم بستگی به معلمش داره. خب بچه اینجا رو نگاه بکنید، من سوالم رو عوض میکنم.
علیرضا اگر هر سوالی چیزی بود یا آخر بپرسیم، حالا واسه کنکور حالا آخر سر راجع به این صحبت میکنم، حتما میگم بهتون. نه اینکه بشینیم مثل بچه های کنکور، ولی یه سری کارها رو باید انجام بدیم. شما مثلا میخواین یه ورزش حرفه‌ای رو انجام بدیم، قبلش یه مقدماتی لازمه دیگه. این هم دقیقا هم ایلیا، من مشاور نیستم، من فقط معلم کنکور مخصوص رشته انسانی بچه هستم. افتخار میکنم کار بچه انسانی برام لذت بخشه. توی زمینه خودم مشاوره خیلی قدری هستن، میتونی ازشون کمک بگیری. خب بچه نگاه بکنید، سوال رو عوض میکنم قالبشو. به من میگه F به علاوه G رو حساب بکن. به من میگه جی منهای اف منهای جی رو حساب کن. اولین سوالی که بچه‌ها توی ذهنشون میاد میدونی چیه؟ میگن آقا ترابی اف به علاوه جی چی؟ شما تو تخته قبل گفتیم اف به علاوه جی 3 که من نوشتم اف 3 به علاوه جی 3. راست میگی، اینجا ننوشتم، اینجا ننوشتم. چی کار کنی؟ قلق میخوای یاد بگیری؟ یاد بدم کیف کنی باش. برو خانم مشترک های اف و جی رو بردار بیار. پس اگه چیزی بهت نداد میری خانم مشترک هاشون رو پیدا میکنی. از شما میخوام کمک بگیرم. با من این دیگه، با من خانم مشترک ها رو میخوام بردارم بیارم. توی اف و جی چه خانمای مشترکی میبینی؟ همونا رو بهم بگو. یک داریم دیگه، چی داریم؟ اینا این یکه، این هم یک. یک داریم دیگه، چی میبینی؟ بچه میگن سه داریم. راست میگه، سه داریم. دیگه چی داریم؟ خانوما اولیا صفر، اولیا نیست. نکن یک سه. یه چیز دیگه هم هست، منفی یک. مرسی از شما. یک داریم، سه داریم، منفی یک داریم. آفرین. پس بچه ها قرارمون بر چی شد؟ گفتم اگه فقط گفت اف به علاوه جی، اف ضرب در جی، نگفت اف به علاوه جی چی، اف به علاوه جی 3، میری هر چی خانوم مشترک میبینی رو میای پایین جای خانوما میذاری. 1 3 منفی 1. جایی برتر بکشم. پس چی کار دارم میکنم؟ خانوم های مشترک رو نوشتم. جمله اول کلاس بهت گفتم خانوما عوض نمیشن، خانوما عوض نمیشن. حالا نگاه کن، از من چی خواسته؟ از من جمع خواسته. آقایون رو با هم جمع کن، آقایون رو با هم جمع کن، بریم جمعش کنیم. خانوم یک آقایونش رو با هم جمع کن. دو رو با 4 جمع میکنم. پس چی شد بچه ها؟ خانوم 1 توی جفتشون پیداش کن، اینها زردن مثل لباس من، 2 با 4 جمع کردم شد 6. برو بعدی، خانومای 3 رو پیدا کن، اینها 3 و 3. آقایونش رو با هم جمع کن، 5 و 0. 5، به به. برو بعدی، بعدی منفی 1 رو پیدا کن، اینهاش. آقایونش رو با هم جمع کن، 0 و 2 0. ببخشید 2، من چرا امروز ضربش کردم. 0 و 2 2. بیا پایین،
بیا اینجا دوباره خان مشترک ها رو بنویس. -1 -1 خان مشترک ها رو نوشتم. این دفعه کمش کن، این دفعه مینهاش کن. پشم واسا تو هرچی بگی من همونو می نویسم. همه هم نظر بده، اینجا کلاسیه که باید نظر تو بگی. نیومدیم نگاه کنیم که، اومدیم حل کنیم. بدو یک دارم، آقایینش رو اصلا کم کن. علامت هم حواستون باشه، حواستون خیلی به علامت ها باشه. بالا 2، پایین 4. آفر، 2 منهای 4 میشه -2. برو تو 3، برو تو 3. بالا 5، پایین 0. آفرین، چقدر خوبین شما. برو بعدی. -1 -1 0 منهای 2. عالی عالی، -2 0 منهای 2 میشه -2. مرسی مرسی مرسی. اسکری میخوای بگیری بگیر، تقسیمش رو بگم، یه تست با هم حل کنیم. یه رو 20 دقیقه گفتم میخوایم یه تست با هم حل بکنیم، ببینیم تستش چجوری. بچه شهراتون رو میگین، ببینم از کدوم شهرهایین. به به، شیراز، کازرون، شیراز، شیراز، بندر دیر، درست خوندم؟ نمیدونم کجاست، من جغرافیم بد نیست ولی نمیدونم کجاست. به به، بوشهر، به به، صدرای شیراز، پاساج معروفه، اون روبروش هم یه فست فود خیلی خوبه، خیلی خوب بود، الان نمیدونم ولی یک ساری از من شیراز نیومدم. به به، خیلی عالی. من بوشهر سعادت نداشتم تا حالا بیام، کازدرون هم همینطور، ولی شیراز تقریبا 6 سال 7 سال می اومدیم هر هفته بچه ها کار میکردیم، بچه انسانی کامل اونجا منو میشناسن، چندین سال با اونا کار کردیم دیگه. حالا به خاطر کرونا یک سالی هست که کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار میشه. خیلی عالی، بریم تقسیمش رو با هم بررسی بکنیم. خب بچه نگاه کنید، میخوام اف جیوم رو بررسی کنم. بازم همون کاری که قبلش بهت گفتم، بازم همون کار رو میخوام بکنم. نگاه، ما اینجا الان خانومای مشترک رو می‌نویسیم. مثلا میشه 1 داریم، می‌نویسم 1. 3 داریم، می‌نویسم 3. -1 داریم، می‌نویسم -1. آها، تقسیمش کن. این اف جیومه ها، بعضی وقتا ممکنه برعکسش کنه، بگه جی اف هم. از بالا به پایین یا از پایین به بالا. اف رو تقسیم برای جی میکنم، بچه ها میگن 1 3 -1. حالا شد بچه ها 2/4 نمیشه 2. 2/4 من 2/4 مینویسم، 2/4 1/2. اینو دقت کن، 2/4 با 1/2 مساویه. میتونی خط بزنی بنویسی 1/2 ولی 2 نذار لطفا. برو بعدی. بچه 3 داریم، چی میشه؟ 1000 لایک داری، حسابی لایک داری، دمت گرم، عالی عالی. سوتی ندادی. ببین 5 تقسیم بر 0 دوست داری اولش بنویسی،
اگه هنوز تسلط نداریم بنویس. ولی الان بهت گفتم صفر که رفت پایین میزنی تو کلش، میگی بابا تو که اصلا وجود نداری، تو که اصلا نباید باشی، برو بابا. آره میتونی بنویسی نی، آره مشکل یک دوم میتونی بنویسی نی. این منفی یکه دیگه، این منفی یکه ذره بعد افتاده. منفی یک اگه داشته باشی اینو بگو حالا این چی میشه؟ مرسی صفر. حالا شد سریع اسکرین بگیم میخوام تست برات بزنم. بدو یه تست قشنگ با هم بزنیم یه ذره حالمون خوب بشه. کلا تست زدن خیلی بعضی وقتا باعث میشه اون علاقت به ریاضی بیشتر بشه. دیدی بعضی وقتا نمیتونی بزنی، اعصابت خورد میشه، چنگ میزنی تو صورت خودت، ولی زمانی که تست میزنی عشق میکنی، عشق میکنی. حالا نگاه کن بریم تست اول. سوال به من داده، با تست دو شروع میکنیم. سوال به من داده این F این G. اول خانم مشترکا رو به من بگو، با این کار نداشته باشه، اصلا با این کار نداشته باشه. اول خانم مشترکا رو به من بگو، خانمای مشترک چی هم؟ عدد معلوم چه ذره؟ زوم میکنم الان. خب انشالله که بیفته الان. فکر الان خوب شد درسته؟ ذره براتون بیاد. خب خانمای مشترک چیا شدن الان؟ شدن دو، اینم دو. فکر نکن، فعلا بنویس دو. دیگه چی داریم؟ خانم مشترک اینجا یک داریم، اینجا هم یک داریم، پس یک هم هستش، چیزی که بچه ها دقیقا دارن درست میگن. بازم هست چهار هم بچه ها میگن داریم. این چهاره اینجا، اینجا هم چهاره. مرسی از شما، خیلی خوب. حالا ببینید چی خواسته؟ جی منهای اف رو خواسته. فقط سوتی ندیم ها، با دقت، با دقت جی منهای اف برای دو رو بهم بگو. جی منهای اف برای دو رو بهم بگو. این جیه، این اف. بچه ها یک گفتن، شیش گفتن، منفی یک هم گفتن. من یه ذره میام این بر فکر کنش. صفر دیگه نمیشه. ببین بچه ها مگه دو رو نمیخوام؟ دو این شیشه، این شیشه، دو این پنجه. من میخوام اینو منهای کنم، شیش رو منهای پنج کنم. شیش منهای پنج، جی منهای اف، جی منهای اف. آقا شیش منهای پنج، شیش تا سی منهای پنج تا سی، شیش منهای پنج. یک دیگه چرا نیستی نفی یک؟ حالا شد شیش منهای پنج میشه یک. بودو بریم بعدیش. ببین یک دارم، یک، اینه یک. دست چپ همو بنای دست راست هم کن، اینو اینو بنای این کن. مرسی مرسی مرسی. توی معرکه منفی چهار، سه منای هفت، منفی چهار. بریم آخری. اونایی که توی مربع مستطیل هر چی که فکر میکنیم
نو شیش میشه سه. حالا از من برد خواسته، گفته برد اینو بگو چی میشه. برد میشد آقایون دیگه، برد میشد آقایون، آقایونش میشه این ده نیست های یک ها، آقایونش میشه یک منفی چهار و سه که دقیقا جواب گزینه یک در بین یک منفی چهار و سه. سراسری سال 1398 اومده این سال. حالا اگه سخته این دست کنکور زدی دیگه، خیلی قدیمی هم نیست، سراسری پارسال. خیلی ساده است، خیلی ساده است، یه ذره دقت کنی خیلی راحت میتونی بهش برسی. بریم یه سوالی که با هم حل بکنیم یه ذره سریع تر. بریم بالا، من 30 ثانیه فرصت دارم، اگه میخوای اسکرین بگیری بگیر و اگه سوال داری بپرس. نسترم پرسیده بازم کلاس میزه انشاءالله حتما مباحث رو میخوام، یه سری مباحث مهم رو بهتون بگم. گفتم بهتون فعلا با اعمال روی توابع قدر مطلق میگم بهتون، انشاءالله دوباره جلسه اگر بشه مطالب دیگه هم براتون میذاریم. میترا گفته آخرش رو متوجه نشدم دقیق، فکرم برد رو متوجه نشدی. به اینه که آبی نوشتم به مؤلفه های دوم میگن برد، اونا میگن برد آقایون. بریم سوال یک رو با هم حل بکنیم که جا انداختیم. این دفعه جی ضرب در اف رو میخواد، جی ضرب در اف رو میخواد، همون اف ضرب در جی فرق نمیکنه. میریم سریع تر سوال حل کنیم، خانمای مشترک رو پیدا میکنیم. شما بگین، وایس هم شما بزنید تست رو. بایستم یه دقیقه، یک دقیقه فرصت سر بزنید. اول تست رو بزنید، بعد که زاید من میارم بزرگش از حالت بزرگ در میارم که گزینه رو هم ببینید. یه ذره معلوم نمیشه الان جی ضرب در اف کنم اوکی باشه. گزینه سه داریم، گزینه یک داریم، ولی بیشتر دارم میگن گزینه سه. خیلی عالی، بریم سریع حلش بکنیم. خانمای مشترک رو می‌نویسم. خانمای مشترکمون چی هم دورش؟ یه حالت مستطیل میکشم که فرق. ما الان اینجا یک داریم، اینجا هم یک داریم، این اولیش. بیا اینو بنویسیم که بعدا قاطی نکنیم. 8 دوتا میشه 16، این راحت تر. دیگه چی مشترک داریم؟ 3 و 3 3 و 2 یه 3 رضا 3 دوتا 6 تا.
دیگه چی داریم؟ یه دو داریم. دو سه دو چهار، یه دو بذار، سه چهار تا دوازده. یعنی شد الان 16 12 و 6 گزینه. دمتون گرم. ببینو دیگه هم حل کن. بچه که اوکی هم یک بزنه، نیستی دو بزن، سوالشی دو بزن. این سوال سراسری خارج از کشور سال 98 بوده. بیایی پایین. این سوال رو میخواییم با هم حل کنیم. یه ذره دل بده. به من گفته آقا این F، اینم G. اول F به علاوه G رو حساب باید بکنیم. اول F به علاوه G، بعد F منهای G رو حساب کنیم. اول F به علاوه G، بعد F منهای G. پس نگاه کن، اول F به علاوه G مساوی میشه با، توی صورتش میخوام بنویسم. میریم سراغ خانمای مشترک. مشترک کجایی؟ اینجا 5 داریم، اینجا 5 داریم. یه 5 رو بنویس، آقایونش رو با هم جمع کن، چند میشه؟ نو. مشترک دیگه چی داریم؟ یک داریم با دو، یک داریم با 5، یک داریم با چی؟ پس یک داریم با دو، یک داریم با 5، یک داریم با 7. برو بعدی. سه داریم، سه داریم. سه داریم با چی؟ سه داریم با 6. دو چهار میشه 6. این شد از صورتش. بریم برای مخرج. F من های G رو ازم خواسته. F من های G. دوباره مشترک همون میشه 5، 1، 3. مشترک عوض نمیشه که. مشترک عوض نمیشه. بچه F من های G رو میگیم. این 1، این اول با 6 رو که این 5. این 5، این 5. مرسی بچه ها، میشه 3. برو تو 1 داریم و 1 کمش کن، حواست به علامت باشه. یه سری دارن درست میگن، یه سری دارن اشتباه میگن. دقت میکنی بچه ها؟ دارم از اون ور میام، دارم از اون ور میام. 5 داریم، 5. اولو درستش کن. بدو F منهای G، اولو درستش کن. آفرین. برو بعدی. تو 1 برو. ببین F این Gه. آها ببین الان 1 داریم، اینجا 1، اینجا 1. 5 منهای 2 میشه 3. برو بعدی تو 3. F منهای G، حواست باشه. حالا شد 2. حالا میخوام تقسیم کنم این دوتا رو بر هم.
میخوام این دوتا رو بر هم تقسیمش کنم. یه پنج میذاری؟ میخواییم دیگه چیزاشو ننویسم چون برد از من خواسته. دیگه خانوما رو نمینویسم. یه دفعه جواب بنویسیم. اگه نه بیا پایین بنویسیم. اگه وقت قاطی میکنیم بنویسیم. پنج داریم. یک داریم. سه داریم. بریم. باید تقسیم کنیم ها. زیر هم خوشگل آماده هست. بعدی شو باید بگو. فقط علامت رو حواست باش. چرا پنج و منفی سه شد؟ این مگه اف نیست؟ اینا این. نفه اینجیه. این پنج و سه، این پنج و شیشه. سه منهای شیش میشه منفی سه دیگه. نمیشه. حله؟ خب بیام پایین. اولیه 9 تقسیم بر منفی 3. 9 سوم که میشه 3. یه منفی پشتش داری میشه منفی 3. برو بعدی. به بچه ها معمولا به اینجا که میرسن میگه غلط حرف کردی. چرا؟ وقتی ساده نمیشه میگه غلط حرف کردی. آقا 7 تقسیم بر 3 تو گزینه ها داری 7 سوم میبینی. آقا برم بالا میبینی. بیا اینجا بعدی رو بگو. 6 تقسیم بر 2 میشه 3. پس آقایون من باید 3 و منفی 3 و 7 سوم بشه. بیا بالا. کدوم گزینه؟ سر بیام این بر. گزینه 2. سراسری 99 این سال اومده بچه امسال آخر مرداد این سال سراسری 99 بوده. میام پایین اسکرین میگیم. خیلی ساده است ولی حواسمون باید باشه چی میخواد. میخوای اسکرین بگیری بگیر. این از این بریم یه تست دیگه با هم حل کنیم. قبلش سوال پرسم علیرضا زومو که کم میکنم خیلی کوچیک میشه. حالا الان این گوشه یه بار دیگه مینیمیستم مجبور میشم بنیمیستم. حالا یه ذره زومشو کمتر میکنم یه بار دیگه مینیمیستمش این گوشه که بچه ها ببینن. یه ذره PDF مشکلش نمیدید. مثلا بچه هایی که با گوشی میاد، بچه هایی که با گوشی وارد میشن این مشکل رو دارن. خب بریم سوال بعدی بچه ها. سوال داره میگه آقا افو داریم. من افو می‌نویسم که بچه ها متوجه بشن. این افه. اف چنده؟ منفی 1 و 3، منفی 2 و 5، 0 و 2، 1 و 4. درسته بچه ها؟ جی هم که داریم. جی میشه منفی 1 و 2، 0 و 2، 2 و 4، 1 و 6. این از ببین اول تو باید بری اینو حساب کنی بعد باید حلش کنی. ما نمیخواد دوباره بنویسی بچه ها. سه اف همونجا سری بنویس. ما حرفه‌ای شدیم. همونجا سری ضرب کن. کیا رو ضرب کنم؟ خانمای آقایون.
ایکس یا ایگرگا؟ بچه زر دقیقه کنید، خانوما عوض نمیشن، خانوما اصلا عوض نمیشن، خانوما ثابت، آقایون عوض میشن. دیگه در گذر زمان خانوما اصلا عوض نمیشن، حالا بخوان پیرن بشن عمل میکنن اوکی میشن، آقایون هن که کچل میشن، پیر میشن، چروک میشن، کمرشون خم میشه، آقایون هن که عوض میشن. پس خانوم عوض نمیشن، اینو دقت کن. پس من فقط آقایین رو ضرب در سه میکنم. من نگاه کن، سه ضرب در سه میشه نو، میشه 15. این چند بود؟ 2 میشه 4، میشه 6. این هم میشه 12. بعدی رو میتونی بهم بگی ما چی دوم میخواییم حساب کنیم؟ جی دوم یعنی تقسیم بر دو کن. جی دوم یعنی تقسیم بر دو کن. خب اینو تقسیم بر دو کن. تقسیم بر دو میکنم. این میشه چند؟ میشه 1. میشه 1. میشه 2. این هم میشه 3. میشه 1 1 2 3. حالا بالایی رو باید منای پایینی کنی. بالایی منای پایینی کنی. کاری نداره که بالایی منای پایینی. سه اف منهای جی دوم میکنم. گزینه میتونی سریع بهم بگی؟ من 30 ثانیه چیزی نگم گزینه بهم بگی. گزینه معلوم نیست، ریز فکر کنم. آره تو گوشیتون معلوم نمیشه، حق با شماست. شد 9 4 4 4 10 8، درسته؟ 9 4 4 10 8، 9 4 4 10 8. اوکی، پس اول میام مشترک ها. خب این منفیه که با این مشترکه، درسته؟ منفی یک مشترکه، منفی یک رو می نویسن. بعد چی کار کنم؟ کمشون بکنم. بالایی رو منهای پایینی کنم. 9 منهای 1 میشه 8. برو بعدی. دیگه چی داریم بچه ها؟ صفرم که نداریم، منفی چی بود اینجا؟ 1 داریم، اینجا هم 1 داریم، 1 رو می‌نویسم. 12 می‌نویسم میشه 9. دیگه چی مشترک داریم بچه‌ها؟ صفر هم داریم. من این نگیدن اینو. صفر داریم. بالایی رو اینه پایین می کن. 5. پس منفی 1 و 8، 1 و 9، 0 و 5. گزینه 1. خیلی عالی. بچه سوال نداریم؟ اوکی این؟ خب یه دیگه سر متنوع حل کنم از این قسمت، یه ذره فرق کنه سوالمون. بعد راجع به ریاضی خوندن میخوام این نکته رو بهتون بگم. اینهاش
سوال اول زوم میکنم قشنگ رو تخته باشین. خب سوال به من چی رو داده؟ گفته نگاه کن. بچه میبینید الان تخته رو یا نه؟ تاره براتون همچنان. اوکیه؟ الان خوبه. خیر. الان سوال به من چی رو داده؟ F رو داده؟ چی رو نداده؟ F G رو داده. با من باش. ببین ما یه F-ی داریم بلدیمش. تقسیم بر یه جی شده، بلد نیستیمش. ما یه افی داریم بلدیمش، تقسیم بر یه جی شده، بلد نیستیم. جوابش میدونی چی شده؟ اون جوابشه. یعنی 3 و 0 4 و 1/5. این جوابش شد. اینا قبول داریم دیگه. F تقسیم F هم میتونی بنویسی دیگه. میتونی بنویسی 2 و 5 3 و 0 4 و 1 -1 و 1. قبوله؟ حالا یه سوال ازت میپرسم. بچه ها جی حتما باید چه خانمایی رو داشته باشه؟ کدوم خانما رو حتما داره؟ به نظرت گرفتی؟ قشنگم گرفتی، مرسی. ببین جی حتما 3 و 4 رو داره. مثلا حالا زیرش بنویسم 3 4 حتما داره، ولی چیا رو نمیتونه؟ اصلا نداره. یکی دو تا چیز اصلا ندارتشون. چیا رو؟ مرسی مرسی مرسی. ببین 3 و 4 رو قطعا داره، ولی این دوتا رو نمیتونه داشته باشه. یعنی این دوتا منظورم 2 دیگه، 5 که کار نداره. اینم قطعا نمیتونه داشته باشه. اوکیه؟ پس ما چی شده الان جریان؟ من گفتم این افه، میتونه یه بار دیگه از اول کامل وقتی تماشو توضیح میدم، بذار الان حلش کنم. پس این افه تقسیم بر یه جی شده. قطعا جی من 3 و 4 داره، قطعا جی من 2 -1 نداره. برو تو گزینه ها، هر جا جی 2 -1 داشت خط بزن. کدوم گزینه رو خط بزنم؟ تو گزینه ها هر جا 2 دیدی تو ایکسش ها، تو خانوما ها، تو خانوما هر جا 2 دیدی میتونی خط بزنی، هر جا -1 هم دیدی میتونی خط بزنی. کدوم گزینه نباید داشته باشه؟ بذار گوشیتون رو میتونی زوم بکنید، قشنگ گزینه ها میاد برات. این بچه طراح سوال یه ذره اذیت هم کرده، مثلا توی جاهای -2 هم داده. مثلا بچه های چشش رو میخوره میگه اه نگاه کن این دوتاست، این دوتاست، -2 داره، غلط خط میخوره. خط نمیخوره که، چرا باید خط بخوره؟ خط نمیخوره. اما جایی که 2 ببینی مثلا 2 داره، این غلطه. مرسی علیرضا، مرسی فردین، مرسی بچه، خیلی خوبی شما قدر خودت رو میدونی. بیا اینجا دیگه، کجا 2 میبینم یا -1؟ اینجا -1 میبینم، اینجا هم -1 میبینم، اینا نباید باشه. اما حتما حتما مثلا نمیتونن باشن دیگه، چون -1 دادم. اما حتما 3 و 4 رو باید داشته باشه. 3 و 4 رو داره، 3 و 4 رو حتما میتونه داشته باشه. بچه ها الان بچه ها سوال براشون پیش میاد، آقای طوربی اینا چی هن؟
میتونن همچین چیزایی باشن؟ آره میتونه باشه. اضافه دیگه. مثلا اینجا. چه اشکالی داره؟ مگه اضافه داشته باشه جای ما رو تعیین میکنه. مثل بالایی است دیگه. بالایی چجوری اضافه داره؟ پس جواب قطعا میشه گزینه 4. خیلی اینجوری قشنگه. عالی بود. مرسی ازتون. پس یه بار من خلاصه وار بگم. ممکنه سوالهایی رو به من بده. افو داری؟ مثلا اف جی اوم هم داری. جی اف اوم هم داری. اف ضرب در جی هم داری. جی ضرب در اف رو داریم. همه چی ممکنه داشته باشه. ولی جی رو نداده. من اومدم چی کار کردم؟ اومدم اف رو نوشتم. جواب اف جی اوم هم که داده بود نوشتم. اف رو نوشتم، جوابم نوشتم. خب بعد چی کار کردم؟ بعد اومدم گفتم که اول میای چیزایی که مشترکه رو از جواب به دست میاری، یعنی جی من باید 3 داشته باشه و 4. جی باید 3 داشته باشه و 4. حالا یه سوالی، این میتونی بگی الان 3 جوابش چیه؟ نه، نمیتونم بگم 3 چی میتونه باشه، چون 0 تقسیم بر هر چیزی میشه 0. چی شده؟ یه سوال، چجوری 4 و 1 که توی F هست و 4 و 1 که توی G هست؟ منظورت اینه؟ ببین الان قطع به یقین اینجا 4 و چنده؟ بچه به نظر این 4 و چنده؟ جواب شیدا رو بدیم. این 4 و 1ه؟ این 4 و چند باشه که اون جواب در بیاد؟ بدویم این 5. اینو میتونیم بگیم، ولی جواب اینو نمیتونیم ازش در بیاریم. اصلا جواب اینو نمیتونیم در بیاریم. پس 3 و 0 نمیتونم بگم 3 و چی؟ نمیتونیم بگیم. یکی از بچه ها سوال پرسید و دایتور اگه گزینه نده چیکار بکنیم؟ میزنیم سر خودم. کاری نمیتونیم بکنیم. این سوالا تو نمیتونی جواب دقیق رو به دست بیاری. خب مگه میتونم جوابش رو به دست بیارم؟ مجهولن همش برات. اگر همچین سوالی بده نمیتونی جوابش رو به دست بیاری بدون گزینه. پس حتما باید گزینه داشته باش. خب همچین سوالی تو حالت کنکور نیومده، چون الان یه مقدار راجب این صحبت میخوام بکنم. الان یه مقدار راجب این صحبت میکنم راجب خوندن ریاضی، چون امروز خیلی از بچه ها اولین بار اصلا با من آشنا میشن. اولین باری که اصلا نوع تدریس ها رو داریم با هم کار میکنیم. یه مقدار باید مچ بشین اول توی این قضیه. ما توی بحث ریاضی اشتباهایی که بچه ها خیلی انجام میدن، مثلا بچه های رشته انسانی، اول این که ما توی درس ریاضی اگر یه همچین چیزی رو داریم، اگر احیانا خدایی نکرده یکی از دانش آموزان سر کلاس ما الان هستش چیزی تحت عنوان غرور داره، مطمئن باشین شکست میخوره. شک نکنید. ببین غرور اگه بیش از اندازه من داشته باشم باعث میشه، غرور بیش از اندازه باعث میشه تلاشت کم بشه، انگیزت کم بشه. بعضی وقتا این غروره میگه آقا من که بلدم. این غروره کار دستمون میده. پس اولین چیزی که تو بحث ریاضی داشته باشه غرور نداشته باش. نگو من بلدم. قطعا نیاز به تمرین داری، قطعا نیاز به تلاش داری. کسی که من همیشه میگم شما اگه کنار پدرت بشینی قطعا میبینی توی رانندگی بابات با شما حرف میزنه، چایشو میخوره، دست میکنه تو جیبش، نمیدونم پول در میاره میده به یه نفر.
با توی رانندگی هزار تا کار انجام میده، رانندگیش هم داره انجام میده، تمرکزش هم همچنان داره، فکر نمی کنه که ترمز کجاست، آینه کجاست، آینه بغل کجاست، فکر نمی کنه دیگه. ولی کسی که اولین بار نشسته پشت فرمون همش دنبال این چیزا می گرده. اگر می خوای به اون تسلطه برسی باید تمرین کنی، باید تمرین کنید. ما توی ریاضی اگر تمرین نداشته باشیم به هیچ عنوان نمیتونیم به درصدهای خیلی بالا برسیم. تمام شاگردهای درجه یک سالهای قبلم، همشون، من به جرات میگم همشون، من از سال 88 دارم درس میدم، از سال 88 تا امسال که سال 99 تمام میشه و 1400، تو این چندین ساله تا حالا من دانش آموزی ندیدم تو رشته انسانی بگی آقا من نخوندم رفتم 90 زدم اومدم. اصلا نداره، اصلا وجود نداره. بله من این کار برات راحت میکنم، این کار رو برات سبک میکنم به شرط که باید تمرین کنی. خب بچه ها میگن تمرین در چه اندازه؟ ببین بچه ها، اول اینکه نمیشه کلی گفت بگم همه تون روزی یه ساعت ریاضی، مثلا روزی یه ساعت درس بخونین این میشه، اینجوری نیست. بستگی به پایتون داره، خب کاملا بستگی به پایتون داره. ولی ممکنه این کارهایی که میگم انجام دادنش واسه یه نفر یه ساعت طول بکشه، واسه یه نفر 5 ساعت طول بکشه. چه کاری؟ اول خیلی بحث مهمه، من یه درسنامه خوب باید بلد باشم. حالا میتونه معلم خوب باشه، کسی که داره بهت یاد میده باید این مطلب رو بهت خوب یاد بده، در درجه اول مطلب رو خوب یاد بگیرم، مطلب درسنامه مطلب خوب یاد بگیرم. ببین یاد نگیری سراغش نمیری، تجربه من ثابت کرده کسی که مطلبی رو بلد نیست سراغش نمیره. شما درسنامه رو که یاد گرفتین بعد توی هر قسمت یه سری تمرین ها حل شده دیگه، مثل جلسه امروز من بود، یه سری تمرین ها حل کردیم، یه سری تست ها حل کردیم. شما اینا رو چی کار میکنی؟ مجدد توسط خودت حلش میکنی. حالا یکی سرعتش زیاده یه دقیقه حل میکنه، یه دقیقه سرعتش زیاد اصلا کمه 5 دقیقه حل میکنه، مهم نیست حل کنه، اینقدر باید حل کنه سرعت زیاد بشه. یکی یه دقیقه طول میکشه، یکی 5 دقیقه طول میکشه، یکی یه ربع طول میکشه، مهم نیست. بعد میره برای خودش یه سری تمرین ها قرار میده. حالا این تمرین ها اگر گزینه داشت میشه تست دیگه، میشینه تمرین و تست حل میکنه. اصلا این مراحل باید انجام بشه، این تمرین و تست ها، این تمرین و تست های کلاسه، این تمرین و تست های کتابه. یه کتابی رو انتخاب میکنی، کتاب های بازارم خوبن بد نیستن، یه کتابی رو انتخاب میکنی، تمرین و تست حل میکنی ازش، و بعدش یه سری سوالا رو انتخاب میکنی، مثلا از همون کتاب 5 تا انتخاب میکنی، حالت آزمونی. مثلا نمیگم اینا رو همه رو بشین از صبح تا غروب این کار رو انجام بده ها، مثلا یه مبحث رو میگم، مثلا میگم مبحث اعمال روی توابع رو که یاد گرفتی، خب درسنامه‌شو خوب یاد گرفتی، معلم خوب بهت یاد داده، اوکی شدی، میری یه دور کامل برای خود تسلط پیدا میکنی. من یه شاگردی داشتم برای کلاس این کار رو میکرد، همیشه خیلی هم پیشرفت کرد. من که درس رو بهش میدادم میرفت خونه یه دور برای خودش مرور میکرد، میرفت برای یه نفر توضیح میداد تو خونه، یا جلو آینه وای میستاد برای خودش توضیح میداد مطلب رو. خیلی تاثیر داره این مطلب، به یه نفر انگار دارید درس میدی، جوری یاد میگیره که من میگم اینو باید درس بدمش، اینو باید یاد بدم، این خیلی مهمه.
بعدش تمرینات استه که من حل کردم میرفت یه دور دیگه برای خودش حل میکرد، تمرین و تست از یه کتابی انتخاب میکرد و از خودش آزمون میگرفت. حالا بعدا سال آینده میخونیم این باید تحلیل بشه. حالا فعلا تحلیل اینا رو بیخیاش، فعلا کاری ما این تحلیل نداریم. ببین مریم جان، شما تازه دارین درس شروع میکنید، شما تازه اول راهین، سهل انگاری و اینا تازه شروع کارته. ببین کنکور یه دو ماراتون میمونه، دیدی دیگه، مثلا توی دو ماراتون دیدی مثلا این مسافت 40 کیلومتری، 30 کیلومتر، 20 کیلومتر، یه مسیر رو میگن بدوین. توی این مسیری که شما میدوین دیدی اولش همیشه شلوغه، همیشه اول شلوغه، خیلی شلوغه، همیشه اولش شلوغه، بعد آخر مثلا دیدی دیگه اخو ورزشو میبینی مثلا میگن که از این شهر به اون شهر، بعد آخر مثلا 4 نفر دارن میدونن. خب اینا بعد 2 ساعت میرسن. کنکور هم همینه، بچه ها فکر میکنن که آقا ما دیر شروع کردی، مثلا شما که الان تازه اولش 11 خیلی هم خوش موقع داری شروع میکنی، الان وقتشه. شما تازه اینجا داری استارت میزنی، بزن برو جلو، هنوز خیلی شروع نکرد، خیلی اصلا بیخیال شروع نکرد، مسیر تو زودتر داری شروع میکنی. این هم به این معنی نیست که بچه ها فکر میکنن من میگم برای مثلا کنکور بخون همین الان باید برم روشی را پیدا کنم که در عرض 30 ثانیه به سریع ترین جواب، آقا اینا رو بذار کنار، فعلا دارم درسمو میخونم، دارم منطقی یاد میگیرم، علممو میبرم بالا، مطالب رو خوب یاد میگیرم. آره بچه ها حق دارن، تمرین مثلا کتاب درسی با ساله سه ساله کنکور خیلی فرق میکنه، سطحش بالاتره، اینو قبول دارم، ولی آموزش درست خیلی تأثیر داره. حتما تست های مثلا حالا بچه ها میگن چه کتابی خوبه، کتاب های بازار بد نیستن، حالا کتاب من اس نیارم ولی کتاب های بدی نداریم، کتاب های خوبی هن، هر کدومش رو که دوست داشتین بگیرین برای 11 فقط 11 هم بگیرین، چیز دیگه نگیر، 11 هم بگیرین، تست های ریاضیشو بزنید. حالا برندایی که میشناسین، دیگه من اینجا نرم اسنت نمیارم، برندایی که میشناسین هر چیزی که هست بگیرید و که سوالهای تستاشو بزنید، شروع کنید بزنید. و از اون مهمتر ببین من توی کانال از اسفند همیشه برای بچه 11 هم شروع میکنم به هفته 10 تا 15 تا تست گذاشتن، به صورت ویدیو براتون میذارم، حتما با هم همراه شو، حتما همراه شو و استفاده بکن. ببین اصلا مهم نیست الان در چه سطحی هستی، اینجایی اینجایی، هر چی هستی، فقط یه چیز لازم داره، تلاش و پشت کارت، همین. کتابایی که سوال کنکور توش باشه همه رو که نمیتونید شما هنوز بزنید. الان یه بار دیگه می‌نویسم آیدیه کانال رو، مثلا کتابایی که حالا خیلی من اوکیه، مثلا مهرما خوبه برای درس ریاضی، خیلی سبز خوبه، کتاب گاجم خوبه، حالا بچه هایی نمیگن اسم بیارین. بچه با فکر کنم بچه های شیراز با خانم مختارزاده فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در ارتباط باشن، راجب کلاس ها و هر چیزی که بود با ایشون باید صحبت بکنید، راجع کلاس های آنلاین اینا هرچی بود با ایشون صحبت کنم. من فقط آدرس کانال رو بنویسم، ATMAST انسانی، میگم از اول اسفند برای بچه های 11 هم شروع میشه، فعلا بچه های 12 هم داریم براشون سوال حل میکنیم، ولی از هفته آینده بچه های 11 هم شروع میشه. خیلی به من حال داده امروز، خیلی بچه های عزیز و گل شیراز و کلن جنوب، بچه های بروشه و کازر و تمام بچه های شیراز، مرسی از تک تکتون، ان شاءالله هر جا که هستین خوب و خوش باشین، مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.